شما به تمام داخل من بعدم با تو صحبت. اینجا چه خبره مشتی؟ نکنه قضای نظری میدن؟ تو تابلو که نوشته محل برگزاری انجمن ادبی. شرط حضورم اینه که یکم ذوق و قریه شاعری داشته باشی و چند تا شعر واسه خونده. اگه داریم بفرمایید. نقدن که آمادگیشو ندارم. ان شاء الله نوبه های بعدی شاید خدمت برسه. قدمتون رو چش. اجازه. خوشحال میشم. چی میخواد؟ غلط نکنم از خبرچینای شهربانی. ضحاکان زمانه علاوه بر دربار و کودتاچیا میتونه اشاره احتمالی باشه به خانواده های پرنفوذی که وجود دارن. مثل مثلا خاندان دیوان سالارها و غیر وزالک. اینطور نیست؟ اگر اشتباه نکنم شما به صورت کنایه میخواید بنده رو متهم بکنید به اینکه هم از توبره دارم میخورم هم از آخور. جناب دماوندی شما اجازه بدید. گویا نجات معجزه‌آسای بنده از شعبه ایدار توسط بزرگ‌آقا از ذهن برخی از دوستان هنوز پاک نشد. اجازه بدید موضوع رو روشن کنم. ببینید یک بار دیگه برای هزار و این بار خدمتتون عرض می‌کنم. نجات جان بنده توسط بزرگ آقای دیوان سالار به تمامی خارج از خواست و اراده من صورت گرفت و بابتش بهای سنگینی را پرداخت کردم. و اگر منظورتون رفت آمد پدر بنده با این خانواده است، فقط میتونم بگم که بار پدران رو قرار نیست پسران بر دوش بکشن. و از اصول اولیه آزادی اینه که هر کسی رو با خودش بشناسن نه با پدرش، که اگر اینطور نباشه جناب دکتر مصدق به واسطه تبار قجریش متهم ردیف اول محسوب میشه. جناب